به نام یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و درود خدمت همه شما دوستا، عزیزا، وطندارا و بیننده های خوب کانال فروخ تیوی. امیدوار هستم که خوب باشین، صحتمند باشین و روز روزگار هم با عافیت و خوشی سپری بکنید. دوستای خوبم، در این ویدیو پیرامون یک خبر بد، یک خبر ناخوشایند، مخصوصا به کسایی که علاقمند اکشای کمار، یکی از ستاره های مشهور سینمای بالیوود هستند، میپردازیم. ما امیدوار هستم که تا آخر از این ویدیو مرا همراهی بکنین و بیننده از این ویدیو باشین. دوستای عزیز، لحظات قبل یک خبر در یک صفحه خبری منتشر شد که تمام علاقمندای سینمای بالیوود، مخصوصا هنرپیشه مشهور سینمای بالیوود اکشای کمار، را متاثر ساخت. در متن از این خبرنامه آمده که اکشای کمار، هنرپیشه معروف سینمای بالیوود، به کرونا مبتلا شده است. اکشای کمار، هنرپیشه 53 ساله سینمای بالیوود، از مبتلا شدنش به ویروس کرونا خبر داده است. وی در صفحه تویترش نگاشته است: من امروز صبح برای همه میخواهم بگویم که نتیجه تست کرونای من مثبت است. به گزارش خبرگزارش فرانسه، اکشای کمار گفته است که اکنون در خانه قرنطین است و به توصیه های لازم سی ای عمل میکند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، اکشای کمار پارسال هر روز ادرار گو مینوشید تا صحتمند بماند. دقیقا دوستای خوبم، سال قبل یک خبر منتشر شد در رسانه ها که خیلی البته خنداور بود برای مردم، که فرهنگشان با فرهنگ مردم هند متفاوت است. مردم هندوستان معتقد هستند یا عقیده دارند به گاو و گاورا یک حیوان بسیار مقدس می دانند و برش به نهایت احترام دارند. به همین لحاظ، چون اکشای کمار هم یکی از ستاره های مذهبی یا عقیدتی است که به عقیده و مذهب خود خیلی استوار است، خبرهای منتشر شد سال پار در رسانه ها که اکشای کمار امروزه به شکل مسلسل و متواتر ادرار گاورا می نوشید تا از مرض کرونا صحتمند بمانه و در امان باشه، ولی امروز اینه به مرض کرونا مبتلا شد. در ادامه از این متن آمده که بسیاری از هندوستانی ها به این باورند که نوشیدن ادرار گاو بر ضد ویروس کرونا کمک می کند. دقیقا یکی از اعتقادات بسیار محکم که مردم هندوستان به گاو باوری دارند و گاو را پرستش می کنند، عقیدهشان است امی شکل. اینا معتقد هستند که امی ادرار گاو می تواند مثل واکسین بر ضد ویروس کرونا کمک بکنه و انسان را از مبتلا شدن به ویروس کرونا در امان بانه. سال پار زمان که این خبر نشر شد در رسانه ها، به نهایت باستاب تمسخرآمیز داشت، مخصوصا مردم افغانستان، مردم ایران، تاجکستان، پاکستان. اینا در صفحاتشان این خبر را چنان به گونه تمسخرآمیز نقل کردن، دست به دست کردن که بسیار زیاد جالب بود. همچنان در ادامه آمده گفته که بر بنیاد گزارش ها، هندوستان امروز یک شنبه 4 اپریل از ثبت 93249 مورد جدید مثبت کرونا خبر داده است. این بیشترین رقم مبتلایان در یک روز در سال روان میلادی است. واقعا هم بسیار رقم بلند است. این ارقام واقعا حیرت آور است و انسان بهش تعجب میکنه. 93249 نفر در یک روز مصاب به ویروس کرونا در هندوستان شدند. دوستای خوبم، جا داره که در امی جهت به شکل دوستانه هم توصیه بکنیم که مخصوصا دوستایی که در کشورهای اروپایی هستند، چون شدت مصاب شدن به ویروس کرونا و شدت تخریب ویروس کرونا در بدن انسان نسبت مثلا به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای شرقی فرق میکنند. در افغانستان که قدر مثل که در اروپا و کشورهای آمریکایی مردم مصاب شدن و جان را به عکس سپردن، در افغانستان و قدر مشدت زیاد نداشت مصاب شدن ویروس کرونا، ولی دوستایی که مثلا خارج از افغانستان هستند، خوب است که بیشتر متوجه باشند، متوجه صحت خود باشند که ویروس کرونا دور جدیدش یا جهش تازهش میگن بسیار خطرناک است و میتونه که باعث از این شبه که انسان
خدای نخواسته تلف شود. بنان خوب است که ما متوجه صحت خود باشیم و بعض از مسائل بهداشتی را رعایت بکنیم. خب دوستای خوبم، یک خبر بود که خواستم با شما شریک بسازم. ما امیدوار هستم که طرف توجهتان قرار گرفته باشه. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستین، با فشار دادن علامت سابسکرایب شما میتونین که عضو کانال ما شوین. تا دیدار بعد، بدرود.